سلام. آمریکا و جنگ در ساله افغانستان. تازه ترین نظرسنجی ها در آمریکا نشان می دهد که بیشتر مردم این کشور با ادامه جنگ در ساله آمریکا در افغانستان خوشبین نیستند و خواهان پایان این جنگ شدند. اما مقام های آمریکایی تاکید می کنند که این نظرسنجی ها روی رابرد جنگ افغانستان تاثیر نمیگذارد. از سوی دیگر لیون پنتا وزیر دفاع آمریکا می گوید افغانستان در حال پیروزی بر طالبان است. این در حالی است که رایان کراکر سفیر آمریکا در کابل نگران برگشت شورشیان شبکه القاعده به افغانستان است. حالا پرسش های اساسی این است که دیدگاه مردم چه تأثیر بر سیاست های کاخ سفید خواهد داشت؟ آینده جنگ آمریکا در افغانستان چه خواهد شد؟ میهمانان ما در این بحث احمد زیار رفعت استاد دانشگاه، صدیق الله توحیدی رئیس دیدبان نی، لطیف نظری استاد دانشگاه هستند. میهمانان عزیز بسیار زود خوش آمدید. آقای نظری با شما آغاز میکنیم. فکر میکنین که این نظرسنجی ها چه تأثیر روی سیاستگذاری های آمریکا داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم تلویزیون شما. ببینید در این که این نظرسنجی ها میتونه یک تأثیر فزاینده و گسترده داشته باشه فکر نمیکنم تردید وجود داشته باشه. منتها پرسش اساسی است که در واقع تاثیرگذارانی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا چقدر به این نظرسنجی ها در واقع اعتنا میکنه. با توجه به این که در واقع منطق رئالیسم سیاسی که بر حالا زمانی که وزیر دفاع آمریکا مطرح میکنند که روی رابرد جنگ آمریکا در افغانستان تاثیر نداره، پس اینا نادیده گرفتن این نظرسنجی را. من میخواستم دقیقاً به همین نکته ای که شما اشاره کردین برسم. در واقع اصولا هم رئالیست ها و هم نئو رئالیست ها در دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا نقش بسیار گسترده دارند. بنابراین اینا در پی دستیابی به منافع ملی ایالات متحده در خاورمیانه و از جمله در افغانستان و آسیای مرکزی هست. از این منظر من فکر نمی کنم که این نظرسنجی بتونه تأثیر گسترده ای بر روند سیاست خارجی آمریکا داشته باشه. و آمریکایی ها به دنبال اهداف استراتژیک خود در منطقه هست و افغانستان یک معبر استراتژیک هست برای رسیدن آمریکایی ها به او اهداف در واقع منطقه ایشان. بنابراین آمریکایی ها تلاش میکنند. اگر در افغانستان فکر میکنند که هیچ تأثیری نداره، زمانی که انتخابات را پیش رو آمریکا داره، چقدر جایگاه دموکرات ها را صدمه میزنه؟ خب امکان داره که مردم آمریکا در رای دادن به آقای اوباما تجدید نظر کنند. بردن جنگ افغانستان و پیروزی به تعبیر از اونا بر طالبا در او شرایط میتونه های اهمیت باشه. آمریکایی ها میتونه بازی های مقطعی گوناگون را دنبال کنه و هرچی که به طرف انتخابات نزدیکتر شود میتونه در واقع یک بحران های تازه را خلق کنه و از این طریق در واقع به پیروزی برسه. اونطور که شما اشاره کردین نگرانی دموکرات ها را. بنابراین در عین رقابتی که بین دو تا حزب در آمریکا وجود داره، اهداف استراتژیک ایالات متحده برای آمریکایی ها بسیار مهم است. منظور من متولیان سیاست خارجی ایالات متحده است. آمریکایی ها حالا چقدر فکر میکنین که جنگ افغانستان این اهداف را به مشکل و به چالش کشیده؟ ببینید در این که چالش فرارای دستگاه سیاست خارجی آمریکا وجود داره تردید وجود نداره. منتها آمریکایی ها در واقع از افغانستان به عنوان یک معبر استراتژیک و به عنوان یک پل عبور میتونه استفاده کنه. امروز آمریکایی ها در واقع اهداف منطقه‌ای را که داشتن در واقع محاصره کردن ایران و همینطور تسلط بر آسیای مرکزی و به تعبیر بعضی از پژوهشگران آمریکایی در واقع مهار بنیادگرایی در شبه قاره و از جمله در پاکستان و همینطور نظارت بسیار جدی بر روسیه و چین، اینا در پی جنگ افغانستان برای آمریکایی‌ها فراهم شده. و اینا حالا چقدر با آنچه را که کسانی که در این نظرسنجی اشتراک کردند که جنگ افغانستان به سوی یک وضعیت بد روان است، موافق هستین با این حرف؟ آمریکایی‌ها اشتباهات استراتژیک را در جنگ افغانستان مرتکب شدند، از جمله بحث مذاکره با طالبان. امروزه در واقع یک نوع دوگانگی در دستگاه سیاست خارجی آمریکا به مشاهده میرسه. و علتش در مورد جنگ چه فکر میکنین که با چالش کشیده آمریکا را؟ آمریکا را به چالش کشیده، منتها این چالش مانع در واقع اهداف استراتژیک ایالات متحده در این منطقه نخواهد شد. و عرض کردم که در واقع
عامل و فاکتور و متغیر تاثیرگذار بر ایچالش خود دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا هست که بازی دوگانه را در معادله مذاکره با طالبان شروع کرد. خیلی سپاس آقای توحیدی. چقدر فکر میکنین زمانی که جنگ در افغانستان به بنبست میرسه و حالا دیدگاه آمریکایی‌ها یا مردم یا ازان عامه آمریکا هم خلاف ادامه جنگ در افغانستان است، ای هیچ صدی به خاطر رسیدن اهداف آمریکا مخصوصا اهداف استراتژیکش واقع نمیشه؟ به نام خدا، دقیقا مردم از ادامه چنین وضعیت در آمریکا هم خسته شدن، در افغانستان هم خسته شدن. اما بحث اساسی این است که آمریکایی ها هیچگاه حاضر نخواهند بود که با عنوان یک کشور ناکام افغانستان را ترک کنند. دقیقا روی اهداف استراتژیک برنامه داشتند، وارد منطقه شدند و تا زمانی که به این اهداف نرسند توجه کردن به چنین نظرسنجی ها فکر میکنم زمینه ناکام شدن سیاست آمریکا را فراهم میکنه. از مردم آمریکا نباید هم انتظار داشت که اونا از وضعیت جاری راضی باشن، به این دلیل که 10 سال جنگ ادامه پیدا کرده، هزینه بزرگ به مصرف رسیده، تعداد از عساکرشان کشته شده، اما کماکان جنگ در افغانستان ادامه داره، هنوز صلح تامین نشده، هنوز هم شعارهایی را که در سال 2001 سرداد آمریکا در افغانستان تحقق نیافته. همه از اینا عللی است که مردم آمریکا را از چنین وضعیتی. حالا چقدر فکر میکنین نظرسنجی که صورت گرفته میتونه که به عنوان مانع در برابر آمریکا به خاطر ادامه از این جنگ واقع شود؟ ما فکر میکنم تا انتخابات یک فرصت است برای حکومت آمریکا با یک شگرد دیگه، با دست آوردن یک امتیاز دیگه، مانند کشته شدن اسامه بن لادن، این وضعیت را، این نظرسنجی را تغییر خواهد داد. و احیانا اگر وضعیت چنین ادامه پیدا بکنه، دقیقا در مبارزات انتخاباتی چالش بزرگ فراروی حکومت موجود آمریکا، یعنی از آقای اوباما خواهد بود. اما این هم قابل بحث است که حکومت خواهد گفت که آیا ما شکست را بپذیریم و بیرون شویم از منطقه، بدون از اینکه هیچ گونه تضمینی برای آینده این کشور و آینده منافع آمریکا در جهان وجود دارد. آقای توحیدی، سوال اساسی هم که مطرح است همین است که در مسئله ای که مطرح میشه، آمریکا چه تصمیمی میگیره؟ یعنی عساکر خود را خارج میکنه از افغانستان یا به ادامه از این جنگ همچنان تاکید میکنه؟ من فکر میکنم که آمریکا هر گزینه را داره امتحان میکنه، از بحث مذاکره با طالبان گرفته که یک گزینه بسیار نادرست است تا هر گزینه دیگه، اما یک گزینه را هیچگاه نخواهد پذیرفت، اون برگشت طالبان به صورت مطلق به قدرت در افغانستان. حالا آقای توحیدی، فکر میکنین که آمریکا مذاکره را با طالبان روی دست گرفته به خاطر تامین امنیت و صلح در افغانستان؟ دقیقاً آمریکا میخواهد که هم از طریق جنگ و هم از طریق مذاکره به دستاوردهای نایل شود. حالا زمانی که سفیر آمریکا در افغانستان نگرانی نشان می‌دهد که در تازه‌ترین مورد که امکان حضور القاعده و اعضایش در داخل افغانستان است، پس با این مشکل چگونه میتونه کنار بیاید؟ دقیقاً تناقض در سیاست وزارت امور خارجه، در سیاست پنتاگون و CIA با مشاهده میرسه و این تناقض دقیقاً همین مسئله بنبست کنونی است. دلیل این که هر کدام از گزینه‌هایی را که در سال 2001 مطرح می‌کردند، این گزینه‌ها کارایی لازم را نداشت. تمام این گزینه ها را ممکن است که آمریکا امتحان بکند، اما آنچه را که نمیپذیرد، برگشت ملا عمر به عنوان امیرالمومنین در افغانستان خواهد بود و دقیقا در او صورت مذاکرات هم به نتیجه نخواهد رسید. اما سعی آمریکا بر این است تا دهلیز باز شود تا عده اثران طالب را بکشانه به پروسه سال، که باور من این است که طالبی که در کنار القاعده در افغانستان می جنگه و سفیر ایالات متحده آمریکا می اعتراف میکنه به این مسئله، هم در جغتوی ولایت وردک رسیدن این گروه ها، هم در نورستان و کنر، دقیقا که مذاکرات قطر به نتایج دست نخواهد یافت. حالا باز هم میخوایم مطرح کنم، زمانی که نگرانی دوباره از شبکه القاعده از جانب مقامات آمریکا مخصوصا سفیر آمریکا در داخل افغانستان مطرح میشه، چقدر فکر میکنین که اونا یک نوع چراغ سرخ‌های نشان میتن که اینا باید به این جنگ ادامه بدن، و چقدر فکر میکنین که آمریکا این مجال را داره که پس از این هم جنگ را در افغانستان ادامه بده؟ شخصا به این باور هستم که جنگ بعد از سال 2014 ادامه پیدا میکنه. شاید به این گستردگی که حضور نیروهای بین المللی را ما شاهد هستیم در افغانستان چنین نباشد، اما آمریکایی‌ها حضورشان را در منطقه حفظ خواهند کرد، از منافعشان دفاع خواهند کرد و جنگ هیچگاه خاموش نخواهد شد. و اگر آمریکایی‌ها افغانستان را
کاملا ترک کنن به یقین که وضعیت منافع آمریکا در سر تا سر جهان معروض به خطر. خیلی سپاس. آقای رفعت، با توجه به دیدگاهی که از جانب مقامات آمریکا مطرح میشه، خب هرچند گفته میشه در تناقض با یکدیگر است. اخیرا سفیر آمریکا مطرح کردند که هنوز تهدید حضور شبکه القاعده در خاک افغانستان موجود است. فکر میکنین که سرانجام آمریکا چه تصمیمی را میگیره؟ تصمیم میگیره که به خاطر برنده شدن خود آقای اوباما ساکر خود را خارج میکنه یا به این جنگ ادامه میده؟ به نام خدا، با سلام بر شما و مهمانان برنامه و بینندگان عزیز تلویزیون. در مورد نگرانی های ایالات متحده آمریکا در زمینه احتمال بازگشت مجدد القاعده یا طالبان به قدرت و رفتن و ماندن آمریکایی‌ها، یک نکته مهم است، آن این که هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها هر دو اهمیت حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان و مبارزه با تروریسم درک میکنند. یعنی این گونه نیست که آقای اوباما طرفدار جنگ با تروریسم در افغانستان باشه و جمهوری خواه نباشند، چون آغاز مبارزه با تروریسم در منطقه و از افغانستان توسط جمهوری خواهان با همینا شروع شد. اما فکر نمیکنم که از لحاظ درصدی فرق میکنه. بله، دید مشترک وجود داره، یکی دید سیاست گذاران از چی وابسته به جمهوری خواهان، چی دموکرات ها، یکی دید عامه در داخل ایالات متحده آمریکا. در نگاه به دید عامه میبینید که نظرسنجی های وجود داره. در مورد نظرسنجی ها هم سه نکته قابل بررسی هست. یکی این که نظرسنجی ها 100% مطابقت با عینیت نداره یا با واقعیت، اما میتونه به واقعیت یک مقدار نزدیک باشه، چون احتمال خطا هم در نظرسنجی زیاد هست. نکته دوم این هست که نظرسنجی که صورت گرفته معناش این نیست که دیدگاه خوشبینانه یا بدبینانه مردم ایالات متحده آمریکا در قبال حضور فرزندانشان در افغانستان همچنان به این مقیاس حفظ بمانه. تا چند ماه دیگر این احتمال هست که این خوشبینی و بدبینی یا افزایش پیدا کنه یا کاهش پیدا بکنه. یعنی ایالات متحده آمریکا احتمال این هست که تبلیغات موثرتری بکنه، سطح آگاهی عامه بیشتر بالا ببره، بنابراین از بدبینی ها نسبت به این جنگ. حالا فکر نمیکنین آقای رفعت یکی از مسائلی که میتونه که این دیدگاه را تبدیل به یعنی خوشبینانه کنه، فکر نمیکنین که مسئله خروج نیروهای خارجی مخصوصا آمریکایی از خاک افغانستان است؟ اگر اینا خروج را از زیر دست بگیرن و سرانجام آنچه را که در سال 2014 وعده کردن ایرا عملی کنن، پس این نگرانی هایی که از طرف دیگه از جانبشان مطرح میشن ایرا چگونه میتونن حل کنن؟ نکته سومی که در مورد نظرسنجی میخواستیم عرض کنین همین است که سیاستگزاران ایالات متحده آمریکا الزامی نمیدانن که سیاست‌های خود همیشه منطبق کنند با نظرسنجی‌ها، به دلیل اینکه در موردهای مهم مثل امنیت ملی ایالات متحده آمریکا موردی نیست که سیاست‌گذاران بیایند بها بدن به نظرسنجی‌ها و آنگاه دیدگاه خود منطبق با آن کنند. حتی بعضی از مقامات ایالات متحده آمریکا پس از انتشار همین نظرسنجی هم اعلام کردند که ما در بحث امنیت ملی خود سیاست های خود دنبال میکنیم بدون توجه به نظرسنجی ها. البته بدون فکر نمیکنین که این دیدگاه ها اگر مورد توجه قرار نگیره امکان داره که تغییرات گسترده ای را در داخل آمریکا در رده های بلند وارد کنه؟ یعنی مشخصا اشاره ما به انتخابات است. بله، وقتی بحث انتخابات است، آقای اوباما میدانه که رقیبان نیستن که بتونن در رویارویی انتخاباتی و سیاسی با آقای اوباما بیاین اعلام بکنند که اگر ما پیروز شویم سربازان خود از افغانستان خارج بکنه، یا نیازی برای مبارزه با تروریسم در افغانستان و منطقه نمیبینیم. نه، چون چیزی رو عنوان کردن نمیتونن. بنابراین خاطر آقای اوباما از این لحاظ جمع است، همینطور که عرض کردم در مورد مبارزه با تروریسم دیدگاه مشترک وجود داره، هم رقیبان آقای اوباما و هم مردم ایالات متحده آمریکا دارجای ایران درک کنه. اما مشکل وقتی می بود که جمهوری خان سیاست های به کل خلاف جنگ می داشتن، در حال که چنین سیاست های مطرح نشد. حتی آقای اوباما بود که در برابر جمهوری خان مطرح کرد که ما بر شمار نیروها
کاهش به عمل خواهد آورده. حالا امون سیاست امون وعده هم که آقای اوباما داده بود در حال عملی کردنش است. یعنی 10,000 سرباز از افغانستان خارج کرده و قرار است تا تابستان امسال 23,000 سرباز دیگر نیز از افغانستان خارج بشن که این احتمال پیش میاره که با این خروج یک مقدار دیدگاه های عامه در داخل ایالات متحده آمریکا به نفع مبارزه با تروریسم تغییر کنه، ولی از آن طرف جمهوری خواهان هم تا حالا برنامه خاصی در برابر اوباما ندارند که دلالت بر این کنه که نبود سربازان آمریکایی در افغانستان بهتر است از بودش. خیلی سپاس. اجازه بدین که فرمایشاتتان را در مورد جنگ افغانستان داشته باشیم. چقدر با این حرف موافق هستین که جنگ افغانستان به بنبست رسیده و گزینه‌های مذاکره با طالبان را هم آمریکا به می خاطر روی دست گرفته؟ اگر این جنگ به بنبست رسیده، پس از این که 10 سال آمریکا در افغانستان حضور داشت البته ناکام مانده، پس از این چگونه میتونه که با چه تغییرات البته کامیاب بدر بیاید؟ البته اگر نگاه تقویمی داشته باشیم به جنگ، از لحاظ فلسفی خب میتونیم یک بار عنوان کنیم که این 10 سال مدت کافی بود برای تامین صلح، ثبات و مهار جنگ. اما این گونه هم از لحاظ فلسفی میشه مطرح کرد که این تقویم کافی نیست. اگر این گونه مطرح کنین، یعنی این نگره را ترجیح بدین که این 10 سال کافی نبوده است، پس نتیجه که میگیریم این است که جنگ به بنبست نرسیده. یعنی یک مسیری را جنگ میپیمایه و در این مسیر خب یک مقدار برای مردم افغانستان طولانی تر شاید باشد. آقای رفعت، شما میخواین بگوین که بعضی موارد پیش آمده که این جنگ را به چالش کشیده، یعنی عواملی وجود داره؟ عامل ها که بدون شک، اما نگاه کنین که به نتیجه جنگ. در چند ماه اخیر طالبان نسبت به گذشته ضعیف‌تر شدند و آن عملیات‌های انتحاری گسترده‌ای را که می‌توانستند انجام بدن حالا در انجامش آنقدر موفق نیستند. حالا آقای رفعت، این را چگونه شما مطرح می‌کنین که البته وزیر دفاع آمریکا هم امروز مطرح کردند که طالبان ضعیف شدند؟ اگر ضعیف شدند، این ادعا را طالبان چگونه می‌کنند که آمریکا شکست خورده و حالا از این را می‌آید که پیش بیا مذاکره کنه با ما؟ ضعفش است، یعنی شکستش است که میخواد با ما مذاکره کنه و این راه را در پیش گرفته. دلیلی که برای ضعیف شدن طالبان عنوان میکنه این است که طالبان تا 2 سال پیش شمار از ولسوالی های افغانستان را در اختیار خود داشتند، اما شمار زیادی از این ولسوالی ها از تصرف طالبان به ویژه در جنوب افغانستان خارج کرده شد. اما اینکه طالبان مذاکره پیشنهاد مذاکره ایالات متحده آمریکا با خود را نشانه ضعف میدانند، عرض کنه که پیوسته آمریکایی‌ها از شروع جنگ تاکید میکردند که راه مفاهمه و مذاکره باز است، یعنی راه حل سیاسی را هم اونا کنار نگذاشتن. نگاه آمریکایی‌ها بر این است که سوالی که مطرح میشه آقای رفعت است، خب یکی از مسائلی را که آمریکا مطرح میکرد که در رابردش که به افغانستان پیاده کردن یا در نظر گرفتن، این گزینه وجود داره یا شامل از این رابرد میشه که هم جنگ و هم مذاکره. حالا چقدر فکر میکنین که اینا تانستن از راه جنگ فشار جدی وارد کنن تا این کینا روا بدارن مذاکره کنن؟ حالا که برعکس مسئله مطرح میشه که جنگ به بنبست رسیده و خب دوچار مشکلات شده و میخواین که از راه مذاکره مشکل افغانستان را حل کنن. از رای جنگ به نتیجه های دست یافتن امریکا، یا به ویژه با توسل به عملیات های شبانه که هر سال بین 2,000 تا 3,000 طالب که بیشتر فرماندهان هم شامل بوده دستگیر شدند. علاوه بر آن حمله های در داخل پاکستان توسط هواپیمای بدون سرنشین صورت گرفت. کشتن بن لادن داره. علاوه بر کشتن بن لادن، ما شاهد کشته شدن شمار زیادی از رهبران القاعده و طالبان در داخل پاکستان نیز میباشه. اینا نشانه های از موفقیت است، اما آن موفقیتی که هنوز مردم افغانستان میخوان او به دست نیامده. نکته دیگر این است که امریکایی ها حالا میدانند که فشار اگر نه کافی و مطلوب، اما فشار زیاد بر طالبان از لحاظ نظامی وارد شده است که اینها بیشتر تاکید دارند برای راه حل سیاسی که تعبیرشان این است که وقت آن رسیده که طالبان چون تحت فشار هستند خود را ناچار خواهند یافت نسبت به هر زمان دیگر که تن به مذاکره با امریکایی‌ها بدهد، چنانچه تن هم دادن. آقای نظری، چه فکر میکنین که آیا واقعا آمریکا از جایگاه قدرت وارد از این مذاکرات شده یا نه؟
ببینید یک نکته ای که بسیار مهم است است که اصولا جنگ افغانستان به بن‌بست نرسیده. جنگ افغانستان با چالش مواجه شده و حالا فکر میکنین روی چه عاملی؟ دو تا عامل وجود داره، یک متغیر داخلی هست یک متغیر خارجی. در قسمت متغیر داخلی نقش حکومت آقای کرزی بسیار مهم ارزیابی میشه. وقتی که از طرف حکومت آقای کرزی حالا مشکلات را حکومت افغانستان باعث شد که جنگ به بن‌بست برسه یا با البته شما بن‌بست را رد میکنیم با چالش بکشه چی است؟ حکومت افغانستان وقتی که طالبا را برادر خطاب میکنه خودش ایجاد چالش فرارای این جنگ است. اینجا در واقع عملا حالا فکر نمیکنین که خود آمریکایی‌ها حاضر هستن که مذاکره کنن با طالبان؟ اگر اجازه بدین من به بحث شما میرسم. ببینید وقتی که از طرف اداره ریاست جمهوری طالبا برادر خطاب میشه این آغاز یک چالش برای این روند هست. اردوی افغانستان با یک مجموعه‌ای که برادر باشه هرگز انگیزه برای قیام نداره. شما باید یک تعریف از دشمن داشته باشی. وقتی که در واقع انگیزه ها را شما بمیرانی دیگه اینجا پیروزی وجود نداره. سانتزو به عنوان یک استراتژیست بزرگ میگه نبرد اصلی کشتن روان دشمنه، انگیزه دشمنه. وقتی که شما انگیزه را در واقع از اردوی ما میگیرید اینجا عمل ایجاد چالش کردی. یک نقطه در ارتباط با متغیر خارجی، من فکر میکنم که آمریکایی ها در معادلات استراتژیک خود دچار یک خطای در واقع بسیار گسترده شد در این نقطه و اینمی نقطه در واقع افزون بر اینکه چالش با پاکستان در حوزه مناسبات دو جانبه از سوی ایالات متحده و پاکستانی ها ایجاد شد، این نقطه هم تاثیرگذار بوده بر اینکه آمریکایی ها تلاش کنه همزمان دو تا روند دنبال کنه، یعنی هم در واقع در جبهه جنگ سعی کنه که وضعیت بر خود رقم بزنه و هم روند سیاسی را. این روند سیاسی در واقع میتونه حتی در مجامع عمومی یک نوع در واقع عقلانیت و یک نوع مشروعیت بین المللی رو برای آمریکا برمغان بیاره، چون امروزه در واقع آمریکایی ها به عنوان یک کشور که در پی تحکیم سلطه خود در خاورمیانه است مورد تهاجم تبلیغاتی قرار داره از سوی رقبای منطقه‌ای خود. بنابراین آمریکایی ها بر از این که پرستیژ خود را هژمونی خود را بر نظام بین الملل حفظ کنه تلاش میکنه که رویه جنگ افروزی خود را تا حدود تقلیل بده، یعنی به عنوان یک کشوری که ادعا میکنه حامی دموکراسی هست، حامی حقوق بشر هست و حامی آزادی های مدنی هست، از این منظر تلاش میکنه که او بعد امنیتی را که پس از حادثه 11 سپتامبر بر نظام بین الملل توسط حالا چقدر فکر میکنه زمانی که مسائل نظامی را کاهش میده به ضررش تمام میشه؟ حالا شما میدونین که طالبان ادعا میکنن که آمریکا شکست خورده و به این خاطر حاضر است که با ما مذاکره کنه. هرگز. ببینید در واقع امروزه حتی در جنگ نامتقارن اگر شما در نظر بگیرید که ادعی تلاش میکنه بگویه که در واقع آمریکایی ها برنامه ریزیش به این صورت بوده که در یک جنگ منظم باید وارد صحنه شود، وقتی که وارد افغانستان میشه با جنگ نامتقارن که در بحث استراتژی مطرح هست مواجه میشه، به تعبیر ساده ما و شما جنگ چریکی و فرسایشی. آمریکایی ها در واقع استراتژیست هایش اصلا طراح جنگ نامتقارن هست، به همین جهت نیروهای ارتش سرخ در افغانستان زمینگیر کرد در او زمان ها کمک های ایالات متحده. بنابراین آمریکایی ها در واقع از طالب هرگز به باور من شکست نخواهد خورد، منتها یک بازی هست که آمریکایی ها فعلا به باور من نیازمند است که این بازی به همین صورت ادامه پیدا کنه تا به هر حال هم حضور آمریکایی ها در این منطقه تثبیت شود. آقای نظری با این حرف موافق هستین؟ زمانی که آمریکا وارد جنگ افغانستان شد همزمان جنگ عراق را آغاز کرد. آنچه که مطرح میشه در برابر به چالش کشاندن این جنگ است که همزمان آمریکا دو جنگ را آغاز کرد و نتانست که یکش را به اتمام برسانه. شما اگر در نظر داشته باشید در زمان طالبان نیروهای مقاومت که بسیار محدود بود با سطح تسلیحات بسیار پایین بودند، طالبان را در همین جغرافیا زمینگیر کرده بود و ضربات بسیار مهلک را بر بدنه اصلی همین طالبان وارد کرده بود. شما امروزه اگر آمریکا را در نظر بگیرید به عنوان یک ابرقدرت، به عنوان در واقع یک نقطه مرکزی نظام بین الملل که در واقع همزمان توانی در واقع کشاندن عملیات را به چند نقطه استراتژیک دنیا داره، هیچ عقل سلیمی باور نمیکنه که در برابر چند تا طالب که با ابتدایی ترین تفکر و با ابتدایی ترین تسلیحات و در واقع تکنولوژی اینا مجهز هستن
بتونه آمریکایی ها در برابر این شکست بخوره. آمریکایی ها همونطور که من پیشتر اشاره کردم اهداف استراتژیک را در منطقه داره و در واقع فعلا هم از طرفی با اداره آقای کرزی با چالش مواجه هسته و این تلاش میکنه که در واقع این مناسبات هم به گونه‌ای باشه که کاملا روابط با چالش مواجه نشه. حالا چنان پیش میره که آمریکا به این هدف خود برسن. حالا این مسئله مطرح میشه که آمریکا دنبال یک راه حل به افغانستان است تا پس از سال 2014 آبرومندانه خارج شود از افغانستان. مهم این است که آمریکایی‌ها به هدف خود برسه. در بحث ما مهم است که افغانستان شاهد یک نظام دموکراتیک باشه که در او جنبش زنان نقش داشته باشه، اقلیت ها نقش داشته باشه، نهادهای مدنی در واقع جایگاه داشته باشه، آزادی رسانه ها که در واقع تنها دستاورد این نظام ما میتونیم ارزیابی کنیم و او هم نه در واقع یک مآل در واقع حکومت افغانستان بلکه مطالبات شهروندان افغانستان اینا حفظ باشه. آمریکایی ها در پی منافع خود در منطقه هست. مهم است که ما منافع خود با منافع آمریکایی ها همسو بسازیم و به نفع حالا با چالش هایی که در برابر آمریکا است هنوز هم میخواهد که منافع خود را دنبال کنه. هیچ در واقع مشکل سیاسی یا به تعبیر دقیق ترش دستیابی به منافع ملی کشورها هرگز بدون چالش نیست. آمریکایی ها واقفی به این چالش هست. من فکر میکنم که آمریکایی ها در واقع اهداف منطقه خود همچنان دنبال خواهد کرد. سپاس همکاران ما اشاره میکنند که وقفه داریم. پس از وقفه همچنان همراهی. باز هم خوش آمدید. البته دیدگاه شما روی صفحه فیسبوک در مورد سوژه برنامه حکیم مختار نوشته است که آمریکا در جالی بند مانده است که هرگز مجالش نمیده تا در تصمیم گیری هایش در مورد افغانستان دیدگاه شهروندان آمریکایی را اهمیت بدهد. آمریکا باید مسئله افغانستان را موفقانه به پایان برساند حتی اگر پس از سال 2014 باشد. حامد عزیز نوشته است که دیدگاه و نظرسنجی ها بر تصمیم حکومت آمریکا یعنی بیشتر تاثیرگذار نیست. البته سر و صداهای داخل کابینه و سنای آمریکا با وجود خواهد آمد که جنگ را باید پایان دهیم اگر مسئولین کاخ سفید اهداف خود را دنبال میکنند طوری که در گذشته کردند. عباد الرحمن نوشته است که از دیدگاه من افکار آمد در دنیای غرب برای ادامه جنگ در افغانستان اهمیت دارد، اما با وجود اختلاف نظرهای عامه آمریکا و متحدینش مجبور است تا به حضور نظامیشان ادامه دهند، ترک کردن عراق و حالا حضور دائمیشان در افغانستان. آقای توحیدی، فکر میکنین عواملی که جنگ آمریکا را به چالش کشید چقدر فکر میکنین ایست که آمریکا همزمان دو جنگ را آغاز کرد، یعنی زمانی که وارد جنگ افغانستان شد بعدش توجه کرد به جنگ عراق؟ خب واضح هست که ایالات متحده آمریکا در دو میدان نبرد مصروف شد، اما در سالهای اول یعنی از اوایل 2002 تا سالهای 2005 وضعیت در افغانستان بد نبود. حتی گفته میشد که کرزی در عراق نیست که وضعیت را بهتر بسازد. اشتباهات و ندانمکاری ها هم از جانب جامعه جهانی ایالات متحده آمریکا و هم افغانستان هر دو بود. ایالات متحده آمریکا برخلاف شعارش استمرار قدرت یک گروه خاص را در افغانستان تامین کرد که این گروه و تیم که بر سر اقتدار آمده بودند توانایی انجام کارهای بزرگ را نداشتند. بحث دیگه هم این بود که ایالات متحده آمریکا از سال 2001 حداقل تا سال 2006 و 2005 پیوسته چیزهایی که از اسلام آباد به سمشان میرسید هم توجه میکردن که یک خطای بزرگ دیگه در این زمینه شد. مسئله سوم این بود که آنچه را که در افغانستان شعار دادن این شعار را به صورت منطبق به وضعیت عینی و ذهنی جامعه افغانستان عیار و آماده نساختن و برنامه ها از داخل نیامد. به همین دلیل بود که ما در بسیاری از موارد مثلا در امر مبارزه با مواد مخدر، در زمینه تامین حاکمیت قانون، در زمینه نهادی نشدن ارزش های دموکراتیک در افغانستان ناکام ماندیم. و در این ناکامی آقای توحیدی چی فکر میکنین؟ گفتم شک فرصت بسیار کوتاه بر آمریکا، یعنی سال 2014 دیگه فرصت کوتاه. این چالش هایی که فرارای موفقیت جنگ استاده است چگونه ای را حل کرده میتونه؟ مسئله مشکل حکومت افغانستان، مسئله که بیشتر پاکستان ایجاد میکنه و مسائل جنگی دیگه ای که امریکا روی دست داره. ببینین فاز اول حضور آمریکایی ها در منطقه تقریبا تکمیل شده، اما تکمیل شدن این فاز اول یا بخش اول که حدود 10 سال را در بر گرفت به معنی پایان تمام کارها
و برگشت دوباره القاعده و طالبان در افغانستان نخواهد بود و هیچ عقل سلیم نمیپذیرد. حالا چرا مقامات آمریکا مطرح میکنن؟ سفیر آمریکا مشخصا گفتن که احتمال حضور و شبکه القاعده وجود داره. احتمال برگشتشان به قدرت، دقیقا آمریکایی ها میدانند که در کنار طالبان القاعده است و خروجشان از افغانستان یک بار دیگر نه تنها منافع آمریکا، گروهای اروپای غربی را هم تهدید میکنه. واقع اخیر در فرانسه مشخص ساخت این مسئله را. اما بحث اساسی این است که آمریکایی ها میخوان با برنامه های تازه بعد از سال 2014 وارد میدان نبرد شوند و هم حضورشان حفظ خواهد شد و جنگ ادامه پیدا خواهد کرد و هیچگاه هم شورای کویته و پشاور و شبکه یقانی به صورت مجموعی به روند صلح نخواهند پیوست و آمریکایی‌ها حالا فکر میکنین روی چه راهکاری کارا را آمریکا میتونه انجام بده؟ من عرض کردم که آمریکایی ها از تمام گزینه ها میخواین استفاده کنند، از زمینه حالا در برابر پاکستان به خاطر ازی که کلاک های استی داره گفتم شک دست آمریکا بسته است و میخاطر چنین هم نیست. وضعیت پاکستان دقیقاً واضح است که پاکستان برای آمریکا اهمیت خاص دارد، اما دلیل این شده هم نمیتونه به هیچ وجه که پاکستان را فاعل مختار در منطقه قبول کنه آمریکا. حالا مشکل افغانستان را چگونه حل میکنه؟ مشکل افغانستان متاسفانه ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که اداره در افغانستان به وجود بیاید که از انگیزه دفاع از ارزش‌های دموکراسی و تمامیت ارضی برخوردار باشد. تا زمانی که حکومت موجود بر سر اقتدار است که نه روحیه جنگ با مخالفین را دارد، نه تیوری برای ماندن در قدرت را دارد و نه هم برنامه برای آینده افغانستان، جنگ کماکان در وضعیت کنونی باقی خواهد. حالا چقدر فکر میکنین شما که اشاره کردین که آمریکا به خاطر پایان از جنگ از هر گزینه استفاده میکنه، حالا زمانی که مسئله مذاکره مطرح میشه گفته میشه که آمریکا در پی عزیز که یک دستاورد کوچک هم اگر داشته باشه قناعت میکنه و خارج میشه. واضح سعی میکنن این در جنگ های استخباراتی معمول است. مذاکره در قطر دقیقا نوع تماس های استخباراتی است تا یک مذاکرات رسمی دیپلماتیک. در مبارزات استخباراتی هر طرف سعی میکنه که حداقل یک عده ولو کم دشمن را به سوی خودش جلب بکنه و از او استفاده بزرگ تبلیغاتی کنه. دقیقاً این کار را میکنه. آقای توحیدی، مشکلی که آمریکا میخواد حل کنه با طالبان است. زمانی که نگرانی از القاعده ابراز میشه، میخواین که با این مشکل چگونه کنار بیان؟ یعنی خب تصور به این ببرین که طالبان مذاکره کردن و کنار آمدن و اگر حضور القاعده آنچه را که سفیر آمریکا مطرح میکنه در افغانستان بیشتر شوه، بعدش آمریکا چی میکنه؟ ببینین همه این آنچه که صورت گرفته یک طرف قضیه بیشترش مسئولیتش به حکومت افغانستان است. اولین گروهی که ادعا کرد که حاضر است به مذاکره حکومت موجود افغانستان بود. کمیسیون شورای عالی صلح را که ایجاد کرد به همین منظور ایجاد کرد. آمریکایی ها هم خواستند که این گزینه را یک امتحان کنند، در حالی که آمریکایی ها توانستند که مذاکره را آغاز بکنند، حداقل زمینه های مذاکره را در قطر با طالبان، در حالی که حکومت موجود افغانستان هیچ نتانست که کوچکترین کار بزرگی را انجام بده. با 2-3-4 نفر یک تماس برقرار کرد که 2-3-4 نفر بسیار به سرعت در پاکستان زندانی شدند. حالا یک طرف مسئله دیگه این است که حکومت افغانستان بود که همه این چالش ها را به وجود آورده، حداقل اکثریت این چالش ها را به وجود آورده که آمریکایی ها را هم ناگزیر ساخته که متوسل به اقداماتی شوند که از جانب حکومت افغانستان بیشتر تبلیغ شد. آقای رفعت، عاملی که جنگ را به چالش کشیده، آقای توحیدی اشاره میکنند که یک مشکل افغانستان است که نتونست به عنوان متحد خوب عمل کنه یا آنچه که خواست آمریکاست او را برآورده بسازه، و دوم مسئله پاکستان است که خب گفته میشه که در طول 10 سال از عینک پاکستان دیده شد. حالا این دو مشکل را، مخصوصا مشکل پاکستان را، چگونه آمریکا میتونه حل کنه تا که نتیجه خوبی از جنگ افغانستان برداره؟ امریکا یا برای متقاعد کردن پاکستانیا به منظور پرهیز آن کشور از همکاری با القاعده و طالبان چند گزینه را امتحان کردند: فشار اقتصادی بر پاکستان، فشار دیپلماسی بر پاکستان و فشار نظامی که استفاده از هواپیمای بدون سرنشین به منظور حمله بر پایگاه های مخالفان نظامی افغانستان در داخل پاکستان است. اما آنگونه که در ظاهر دیده میشه این فشارها شاید هنوز کافی نبوده است، اما این فشارها بدون نتیجه هم نبوده است. یعنی یک مقدار نتیجه در پی داشته است، همین که دفتر در قطر باز میشه و بعضی از سران طالبان
به قطر سفر میکنن. اما آقای رفعت گفته میشه که بیشتر چالش دوباره بر آمریکا ایجاد کرده، زمانی که رای اکمالاتی ناتو بسته میشه اینجا آمریکاست که به چالش مواجه میشه، زمانی که پاکستان شرط بهبودی رابطه خود را توقف عملیات های بدون سرنشین میدانه اینجا آمریکاست که دستاش بسته میشه. اما نگاه کنید که از همان آغاز که امریکایی‌ها عملیات هواپیماهای بدون سرنشین به داخل پاکستان را آغاز کردند، پاکستانی‌ها ناخشنود بودند. اما همچنان امریکایی‌ها توانستند که ماموریت خود را به پیش ببرند. در مورد بسته شدن راه تدارکاتی ناتو، شما می‌دانید که اماکنون این بحث در پارلمان پاکستان مطرح است و آن گونه که دیده میشه پارلمان پاکستان تقاضای این را دارد که راه تدارکاتی باز باشه، چنانچه خب با تهدیدهای از سوی طالبان مواجه شدند نمایندگان پارلمان، ولی گفتند که خب ما صلاح کار در این میبینیم که این راه تدارکاتی باز بشه. مسئله دیگر این هست که شما اشاره کردین که پاکستان سلاح اتمی داره که یک نوع امریکایی ها را درمانده میکنه. اما توجه داشته باشین که داشتن سلاح اتمی برای پاکستان در برابر این قضیهش با ایالات متحده آمریکا نه تنها نقطه قوت نیست که نقطه ضعف هم هست، به این معنا که امریکایی‌ها بیشتر میتونن عنوان کنند که پاکستان دارای سلاح اتمی هست و ما باید نظارت بیشتر بر روی وضع امنیتی پاکستان قائم کنیم تا مبادا این سلاح به دست تروریست‌ها بیفته. اما این کار را چگونه آقای رفعت انجام داده میتونه زمانی که به شرط خود را، خب شما اشاره کردین که پارلمان پاکستان بیشتر تمایل داره که رای اکمالاتی ناتو را باز کنه، اما در مورد عملیات های تیارهای بدون سرنشین اینجا بیشتر استادگی میکنه و میگه که رابطه ما مساوی با توقف از این عملیات ها. حالا چگونه میتونه که نظارت جدی داشته باشه بالای اوضاع پاکستان؟ یک نکته را هم در بحث سیاست های پاکستان در قبال ایالات متحده آمریکا نباید فراموش کنیم و آن این که پاکستانی ها برای حفظ اعتبار ملی دولتشان، مقام های پاکستانی البته منظور هست، شعارهای را مطرح میکنن و در واقع سیاست های تند را در برابر امریکایی ها. اما از لحاظ عملی کردن این شعارها میبینید که وضع به گونه دیگر است، به این معنا که از همان آغاز ماموریت عملیات هواپیمای بدون سرنشین در پاکستان پاکستانی ها به شدت مخالفت کردند، اما به صورت مخفیانه دست امریکایی ها را باز گذاشتن، یعنی یک سیاست دوگانه دارند. در مورد همکاری با طالبان در نتیجه فشارهایی که وارد شده، حالا پاکستانی ها یک مقدار همکاری های با ایالات متحده آمریکا به منظور ترغیب طالبان برای مذاکره دارن. اما مشکل دیگه ای که آنچه را که مقامات آمریکایی مخصوصا نظامیانش مطرح میکنن که اخیرا فرمانده کل نیروهای آمریکایی مطرح کردن که یعنی عملا پاکستان از گروه های هراس افغانان حمایت میکنه، یعنی خب این مسئله ای را نشان میده که ده سالی که آمریکا در افغانستان جنگ کرد نتیجه نداره و امروز باید مشکل را با پاکستان حل کنه. آیا زمانی که پاکستان طالب ها را ترغیب میکنن بر مذاکره این مشکل حل میشه که تا پاکستان دست از حمایت این گروه برداره؟ ترغیب میکنن پاکستانی ها طالبان را برای مذاکره، چون اگر پاکستانی ها یک مدار روی خوش نشان نمیدادن رهبران طالبان امکان سفر کردن از پاکستان به قطر را هم نمیافتند. اما یک نکته قابل تر است که پاکستانی ها آیا میخواهند که یک همکاری قوی، مطمئن، گسترده و همه جانبه را با امریکایی ها داشته باشند که طالبان بتوانند تشویق کنند برای یک مذاکره فراگیر با ایالات متحده آمریکا، یا نه میخوان دفع الوقت کنند، یک مقدار همکاری کنند، یک مقدار هم به هر حال استخوان لای چرخ امریکایی ها بگذارند در بحث مذاکره با طالبان؟ این هنوز روشن نیست. حالا چقدر آقای رفعت فکر میکنین اگر آمریکا وارد مذاکرات با طالبان شوند مشکل یا نگرانی که از القاعده دارن یا حضورشان در افغانستان این مشکل عمل میشه؟ خب طبیعی است که وقت طالبان به روند سیاسی بپیوندند یک مقدار القاعده ضعیف میشه، چون القاعده عملیاتش در افغانستان یک مقدار به صورت مستقیم انجام میده و اما یک مقدار زیادشه از راه استخدام طالبان افغانستان انجام میده. خب طبیعی است که این بخش از عملیاتی که توسط طالبان افغانستان انجام میشه این متوقف میشه و این شکست سخت خواهد بود در منطقه برای القاعده و تسکیف امنیت.
آقای نظری چی فکر میکنین؟ آنچه را که آقای کراکر مطرح میکنه مردم قبول کنن یا یک وزیر دفاع آمریکا میگن که طالبان ضعیف شده. حالا از یک طرف نگرانی از حضور دوباره القاعده مطرح میشه و از طرف دیگه فشار بر طالبان. یعنی مردم افغانستان اینجا فکر نمیکنین که 194 مشکل شدن که باید کدام حرف را قبول کنن؟ سوال بسیار جالب را شما اشاره کردین. ببینید دقیقاً بحثی که مطرح هست است که اصولاً طالبان از اولم قدرتمند نبود و در شرایط حاضرم طالبان نیرومند نیستن. طالبان بزرگ نمایی میشه از سوی یک عده به خاطر که به هر صورتی که شده طالبان باید وارد معادله قدرت و سیاست در افغانستان شود. بنابراین باور من است که طالبان به عنوان یک نیروی ضعیف مطرح هست و نکته ای را که امریکایی ها باید توجه کنه است که اجازه بده که مردم افغانستان در مورد طالبان تصمیم بگیره، چون قربانی دوره سیاه طالبان مردم افغانستان و شهروندان کشور هستند، نهادهای مدنی افغانستان است، جنبش زنان هستند، اقلیت‌های قومی و زبانی هستند. بنابراین خرد سیاسی و اما عقلانیت و رشنالیته سیاسی که آمریکایی‌ها طراح شده در نظام بین الملل هستند در واقع فکر نمی‌کنن که یعنی ابتکار عمل را همین آمریکایی‌ها بعد از گرفتن کلا می‌خوان مذاکره کنن با وجودی که طرف‌های را که شما اشاره می‌کنین در جریان نگذاشتن. دقیقاً ایرادی که بر آمریکایی‌ها وارد است اینمی است، در این که آمریکایی‌ها همچنان ابتکار عمل در اختیار خود داره هنوز و در آینده هم خواهد داشت در این تردید وجود نداره. منتها در واقع اشتباه طالبان است که طالبان نظر مردم افغانستان در مذاکره با طالبان، نظر نهادهای مدنی افغانستان را، رسانه‌های افغانستان را در واقع نادیده می‌نگرند و این مسئله باعث شده که چالش‌های آمریکایی‌ها بیشتر شود. چون ببینید طالبان در واقع تنها یک نیروی مسلح جنگی نیست، طالبان در واقع با مظاهر تمدنی و فرهنگی کشور در تضاد قرار دارد. طالبان با ارزش‌های دموکراتیکی در این کشور که در واقع شکل گرفته در واقع در تضاد فلسفی قرار دارد. بنابراین اصلا چنین تفکری از منظر اکثریت شهروندان افغانستان فکر میکنن که چرا اینجا تنها در مذاکرات آمریکاست که امتیاز دهی میکنه؟ اخیرا آنچه که مطرح شد رای پنج زندانی است، او را هم آمریکا قبول کرد. یعنی آیا شما نگرانی از این ندارین که مواردی را که شما اشاره کردین امکان داره که آمریکا هم این امتیازها را هم بده و قربانی بده؟ در اون صورت ما باید شاهد فاجعه استراتژیک در حوزه سیاست خارجی آمریکا باشیم. اگر نیروهای مؤثر سیاسی، اگر نهادهای مدنی افغانستان، اگر جنبش زنان افغانستان و اگر نخبگان فکری و سیاسی افغانستان نادیده گرفته شود در این معادلات، من فکر میکنم که او روز سرآغاز شکست استراتژیک برای آمریکا خواهد نادیده گرفته شدن. دقیقاً نکته ای را که امروز ما شاهد دوگانگی در دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده هستیم همین جاست که بسیار پس فکر میکنین که آمریکا از کدام جایگاه وارد مذاکرات شده به خاطر ختم جنگ حاضر است که قربانی‌ها را هم بده؟ فکر نمیکنین که ضعف است آمریکایی‌ها؟ در واقع ببینید اصولاً نه برای صلح آمده نه برای جنگ آمده. آمریکایی‌ها در واقع از تروریسم در واقع تهدید شده منافع ملیش و تروریسم تعقیب کرده به خاطر تأمین صیانت و پاسداشت از منافع ملی شهروندان ایالات متحده. بنابراین تا زمانی که آمریکایی‌ها تروریسم سرکوب نکرده و به اهداف منطقه‌ای خود از راهگذر سرکوب تروریسم دسترسی پیدا نکرده، من فکر میکنم که بسیار ساده این گرانه خواهد بود. ما فکر میکنن که لانه های اصلی تروریسم در کجاست و ایر مردم آمریکا دشمن خود میدانن. با این مشکل پس از این خوب در طول ده سال گفته میشه که چالش های آمریکا باش مواجه شد. در فرصت کوتاهی که آمریکا داره این مشکل را برای مردم آمریکا چگونه حل میکنه؟ آمریکایی ها دقیقاً با توجه به این نکته ای را که شما اشاره کردین امروزه در مناسبات خود با پاکستان تلاش میکنه تجدید نظر کنه، هرچند قدرت مانور و انعطاف چرخش سیاستمدارای پاکستانی را ما نباید دست کم بگیریم. یعنی پاکستانی ها ممکنه در دقیقه 90 یک چرخشی در واقع 180 درجه‌ای داشته باشه در دستگاه سیاست خارجی خود و بار دیگر روابط خود را با آمریکایی ها ترمیم کنه. اما امروزه لابی هایی که در کنگرس ایالات متحده وجود داره تلاش میکنه که سیاست تمایل به هند را در واقع دنبال کنه و این دقیقاً سیاست دوگانه ای بوده که پاکستانی ها در مبارزه با تروریسم دنبال کرده و امروزه آمریکایی ها متوجه این نکته شده. خیلی سپاس. اجازه بدین که جنبندی هم داشته باشیم که همه میمونان سم داشته باشن. فکر میکنین سرانجام با این جنگ آمریکا چی میکنه و سرنوشت از این جنگ چگونه میشه؟ سرنوشت این جنگ در نهایت به شکست تروریسم و افراط‌گرایی منتهی خواهد شد. در این که آیا برنده اصلی این جنگ نشده.
در ای که آیا خواهد شد، در ای که آیا برنده اصلی این جنگ شهروندان افغانستان خواهد بود یا ایالات متحده، در این تردید وجود دارد. سپاس آقای تویدی. شما به هر حال جنگ را ایالات متحده آمریکا به اشکال و گونه‌های مختلف دنبال خواهد کرد و حاضر نخواهد بود که منطقه یک بار دیگه به ویژه افغانستان و پاکستان کاملا در اختیار افراطیون و تروریستان قرار بگیرد. از جانب دیگر تا زمانی که سازمان القاعده کاملا متلاشی نشده، این جنگ را با عناوین مختلف ایالات متحده آمریکا ادامه خواهد داد. اما بعد از این که این متلاشی شد و شکست کامل را تروریستان متقبل شدن، چه خواهد شد و چه حوادثی در جهان را خواهد داد، بحثی است که آینده ها بهش پاسخ خواهد داد. اما آنچه که بسیار مشهود است این است که فرصت های بسیار خوب از مردم افغانستان متاسفانه ضایع شده و کاری را که افغانستان میتوانست در 10 سال گذشته انجام بده متاسفانه داده نتانست و قربانی بیشتر این جنگ مردم افغانستان. حالا آقای تویدی، خطرهایی را که آمریکا اخیرا نشان میده، فکر میکنین که اینا به دنبال یک دلیلی هستند که پس از سال 2014 هم بنای افغانستان حضور داشته باشه؟ از سال 2014 تا سال 2024 کماکان آمریکایی‌ها هم حضورشان در چارچوب پیمان رابردی یا خارج از چارچوب؟ دقیقاً این پیمان به امضا خواهد رسید، چین با این حکومت موجود چه با حکومت آینده افغانستان. خیلی سپاس آقای رفعت. شما این که صحبت از این هست که بعضی از مقامات آمریکایی تأکید میکنند که احتمال برگشت دوباره القاعده و طالبان به قدرت در افغانستان هست، معنایش این نیست که امریکایی‌ها به این باور رسیدن که باید افغانستان را ترک کنند. بل اونا تأکید دیگری در کنار این جمله دارند، آن این که میخوان بگویند که ضرورت حضور ما در افغانستان وجود دارد، یعنی اگر ما نباشیم جای خالی را القاعده و طالبان پر میکنند. میخوان به مردم افغانستان و جهانیان و منطقه اطمینان بدن که پس ما ضرورت هست که هستیم و خواهیم بود این مبارزه را در به پیش خواهیم بود. یعنی شما میخوان دیگر... بگوین که واکنش در برابر اعضای عامه آمریکا است تا بتوانند قناعت بدهندشان که بنا به امی دلایل در افغانستان حضور دارند. طبیعی است. مسئله دیگر این است که در کنفرانس دوم بن یک بار دیگر جامعه جهانی برای مردم افغانستان تعهد کردند که تا سال 2024 افغانستان را تنها نخواهند گذاشت. و در جلسه شیکاگو اما بیشتر اونا اشاره میکنن چیزی را که وزیر دفاع آمریکا مطرح کردن که به عنوان نقش حمایتی. بله. اگر نقش حمایتی داشته باشن میتونن که با این پدیده مبارزه کنن. خب نکته دیگر این است که جلسه شیکاگو هم در پیش است که همکاری های نظامی را با افغانستان در بر خواهد گرفت که در اونجا ببینیم چه تعهدهای صورت خواهد گرفت. اما یک نکته روشن است که پس از سال 2014 سربازان بیشتر کشورها خاک افغانستان را ترک خواهند کرد، اما سربازان ایالات متحده آمریکا اگر نه به پیمانه امروزی به یک پیمانه دیگر در افغانستان خواهند بود، به اندازه‌ای که بتوانند پاسخگوی مهار تروریسم بر افغانستان باشند. البته این را هم اضافه کنید که اگر از سربازان ایالات متحده آمریکا پس از سال 2014 کاسته میشه و از سربازان کشورهای دیگر زیاد کاسته خواهد شد، در عوض نیروهای امنیتی افغانستان اگر نه در حد مطلوب در یک حد بهتر تقویه خواهد شد که جای خالی اونها را بتانند پر کنند. سپاس گزار هستیم از حضور عرصه میمان ما در این بحث و همچنان از شما بینده عزیز. تا برنامه دیگر، شب خوش. خدا نگهدار.